باشه. خوبی دفعه بی جنجال برای من نوبت دادین. سلام بر شما جناب استاد. علیکم السلام و رحمت الله. یک سوال، شما تا چند سال دیگه ممکنه فکر میکنین با این فرهنگ ما میتونیم تمام مسلمان ها رو نگه داریم که اینی چارچوبش هست، تا اینجا حرکت بکنین، از اینجا برگردین و این کار انجام ندین و این کار انجام بشه؟ تا قیام قیامت. مطمئن هستین؟ 100%. امیال تعداد زیادی از مسلمان ها این کار رو نمیکنن و تعداد زیاد مسلمان ها و تعداد مسلمان ها برگشتن و نسبت به 10 سال پیش آل دبین جوان ها و به جوان های ریشدار ها زیاد میبینیم. چه تضمینی وجود داره که مثلا تا 500 سال دیگه، 1000 سال دیگه این جهت مطلق عوض نشه؟ چون ممکنه 100 سال دیگه چنان وضعیتی به میان بیاید که کسی دیگه از ریش داشتن نتونه حرف بزنه. ولی عاقبت للمتقین، در آینده عاقبت مخصوص متقی ها هست. بالاخره انسان های با تقوا پیروز میشن. شما هیچ فرهنگ دیگر نمیخواین غیر از فرهنگ اسلام؟ آنچه که اسلام بر من داده، من به مراضی هستم و خوش هستم و سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت خودم در امی احساس میکنم. خب در معادلات امروزی جواب نمیده جناب استاد؟ در معادلات امروزی نمیتونه شما را 100% جواب میده. مثلا ما استاد پوانتون هستم، استاد دیگریش خدا کل میکنه. مردم مثل مردم افغانستان، ای عادات مردم های عقب مانده هست. اکثر انسان های عقب مانده در افغانستان چی فکر میکنن؟ امی که وطن ما و شما پیش نمیره و ما پیشرفت نمیکنیم، ملت چی است؟ ما فکر میکنیم اگر من ریش خودکل کردم، من بسیار پیشرفته هستم. من نمیفهم چند تا ریشکل تا بالا از افغانستان در مریخ رفتن. متوجه هستین؟ بعضی کسا فکر میکنن که والا من اگر چهره خود خارجی وارو ساختم، استایل خود خارجی وارو ساختم، من یک انسان متقدم هستم. در حالی که حقیقت تو نیست. در جهان پیشرفته، وقتی که من مثلا در یک پوانتون آمریکایی میرم و اونجا درس میتم، با فرهنگ اسلامی خودم، با لباس خودم، با ریش خودم، اونا به طرف مغز من میبینن، نه به طرف قواره من. یک مثال خیلی ساده میدم. یکی از ویژگی های برجسته ای که زبان داره، که در قسمت فرهنگ هم حالا مشخصا ریش نی، انواع چیزهای دیگه که در حال و هوش فرهنگ و سنت میچرخه، یکی از ویژگی هایی که زبان انگلیسی داره به فرض ای هست که در همه جای رفته بدون ای که توجه بکنه اینجا مثلا زبان خو ای است، من در مقابل ای زبان نباید برم دارم، یعنی در مقابل ای تعصب دارم، در مقابل ای باید ای کار انجام نتونم، نمیفهم فلان نکنم. یکی از ویژگی های ای است که در همه فرهنگ ها وارد شده، در همه زبان ها وارد شده. شما خبر دارید نمیل هر کتابی که در هر زبان چاپ میشه در ژاپن، برعکس از در پوانتون ها، در دانشگاه هایش و در مکاتبش به عوض زبان انگلیسی با زبان ژاپنی تمام علوم خواندن و ژاپنی ها تانستن بسیار پیشرفت بکنن. در بس می است که ما اگر فرهنگ خود این رقم نگاه بکنیم، ممکن است از عرصه های کلان معادلات جهانی باز نمیمانیم. نمیمانیم ما، پس نمیمانیم. اصلا گفتم که وقت ما اینمی اندیشی عقب ماندگی هست. شما اگر در یک پوانتون آمریکایی برین، ما اصل باشم خوب است، اوریجینال و یا فوتوکاپی باشم؟ خب طبیعی است اصل باشم. اصل باید باشم. ما با این ریش خود، با این لباس خود اصل یک مسلمان هستم. اما اگر من میخیزم لباس از اونها را و تقلید از اونها را میکنم، من چی شدم؟ کاپی از اونها شدم. اگر من در یک یونیورسیتی آمریکایی یا اروپایی میرم درس میتم و اونجا یک موضوع را تحقیقی را پیش میکنم، اونا به طرف کلیم سائل میکنن، به طرف دماغ ما، به طرف علم ما، به طرفی که ما چی اختراع کردیم، نه به طرف چیری ما. درست است. از این خاطر میگه ببین مولانا چی خوبش میگه، ما بیرون رانن گریم و قال را، ما درون را بنگریم و حال را. پس انسان به این نیست که مثلا الله به طرف چیری شما سائل نمیکنه. ولی در نهایت نظر من این است که فرهنگی که یا هر چیزی که شما او را راکت نگه دارین در جهت راکت نگاه نمیشه، از بین میره در نهایت. نه از بین نمیره. یعنی شما در معادلات یعنی نپذیرین و اجازه ندین که کس دیگه استفاده بکنه از فرهنگ شما. کلیگی استفاده میکنه. امروز بزرگترین فیلسوفای جهان ریج دارن. افلاطون شما افلاطون به این مفهوم که منظور ما هست نداره. نه افلاطون ریش داره نداره. درست است. سقراط داره نداره. اغلب ریش داره. اکثر و حتی کسایی که خدا را قبول نداشتن مثل مارکس ریش داشت. داره. اینال مثلا ریش داشتن و ریش نداشتن در فلسفه و در علم و در دانش تغییر نمیاره. اما در تقوای ما و تو، ما میخواهیم که چهره خودم مثل چهره پیغمبر داشته باشیم و یک انسان مترقی و یک انسانی که از تکنولوژی پیشرفته. مثلا من اینمی با اینمی ریش خود، با اینمی لباس خود در اینمی برنامه شما ظاهر میشم. شاید یک کس دیگه باشه با ریش کل و با خوب یک دریشی لوکس نتونه این برنامه را پیش ببره.
پس گپ سرزی است که ما چقدر میتونیم که بله که برمیگرده به داشته درونی و مغزی داشته درونی ما هست و چهره ما میخوایم که در مقابل ازی اجر و ثواب آخرت خودم داشته باشم و اصالت فرهنگی خود حفظ باید بکنم. سپاسگزارم. تشکر از شما. موفق باشید. بعدی نفر بعدی بنسپ. سلام عرض ادب خدمت شما استاد محترم و بیننده های عزیز. استاد همی میماندن به نظر شما یا یکی میماندن است، یکی قیتک میزنه، یکی آبروها را میشینه، از نگاه اسلام چی حکم داره میشه که در رابطه به اینمی مختصران صحبت کنن؟ سوال خوب است. وقتی که بیشتر با گفتیم که در حدیث شریف است که لعن الله المتشبهین من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال. چهره هر کس، چهره هر کس، چهره خاص خودش است. مرد باید مردانه زندگی بکنه و زن باید زنانه زندگی بکنه. دوستای عزیز، خلاصه ای که یک مسلمان میتونه که در 24 ساعت بیشتر از 1000 سنت از سنت های رسول الله صلی الله علیه و سلم تطبیق بکنه. اگر داخل ما به مو اندازه که داخل انسان پاک و با تقوا باشه، آثار این تقوا در چهره انسان دیده میشه. ریش، لباس منظم، حیا، درست با سطح لباس پوشیدن مردها و زنها، ای که ما ظاهر خود آراسته میسازیم علامت است از آراستگی داخلی ما. دوستای عزیز، کوشش بکنیم که ریشی که سنت رسول الله هست، چهره خود مثل چهره رسول الله بسازیم و سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت کمایی بکنیم. دوستان گران قدر، ما و شما عبادت ها را در اسلام انشاءالله تعالی فهمیدیم. دوستایی که میخواین که امرای ما تماس بگیرن و یا سوالی را مطرح بکنن و ما برشان جواب بگوییم، لطفاً شماره 654 را دایر بکنین و بعد از او 4 و بعد از او 8 بزنین و سوال تان نوشته بکنین. ان شاء الله تعالی ما در خدمت شما قرار میگیریم. تا برنامه بعدی شما را به خالق متعال میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.